بعد از روایت داستان لیلیت که لینکش هم این بالا و هم در بخش توضیحات این ویدیو هست، بنا بود درباره روایت یکتا پرستا از داستان آفرینش بیشتر صحبت کنیم. ولی با در نظر گرفتن کامنت ها و نظرات مخاطبا، قبل از اون سراغ روایتی میریم که ریشه خیلی از مذاهب چند خدایی بوده. کهن‌ترین داستان هایی که درباره آفرینش انسان ثبت شدن. یادتون باشه اینجا کلیک کنید و مشترک شبکه ما بشید تا ویدیوهای بعدی رو زودتر از بقیه ببینید. یه نکته ای که دوباره باید بهش اشاره کنیم اینه که ویدیوهایی که تا امروز روی شبکه ما منتشر شدن نقل روایت‌ها و داستان‌های قدیمی و افسانه‌هایی که برای بیشترشون مدرک تاریخی مستندی وجود نداره. برای همین اینها رو به عنوان واقعیت قبول یا نقل نکنید. اما در این ویدیو داستان آفرینش رو از این کتاب نقل میکنیم، افسانه هایی از میان رودان که منظورش همون منطقه بین النهرین در عراق هست. این کتاب رو یکی از پژوهشگران پیشکسوت تاریخ میان رودان نوشت و حاوی ترجمه متن الواحی هست که از این منطقه کشف شدن و سابقه شون به بیش از 3000 سال قبل از میلاد مسیح میرسه، یعنی از قدیمی ترین متون مکتوبی که از انسان به دست اومده. توی بخشی از این الواح داستان‌های درباره آفرینش و اسطوره‌های مردم این منطقه اومده. ما داستانی رو تعریف می‌کنیم که فردی به اسم آیپیکا یا در یکی از این الواح نوشته. اسم این آدم رو ذکر می‌کنیم چون همین داستان رو یه نفر دیگه روی یه لوح دیگه و یکم متفاوت روایت کرده. یعنی باز هم حواستون باشه که این الواح روایت داستان‌ها و افسانه‌های اون موقع است و به معنای این نیست که داستانی که توش اومده واقعیت داشته. تا امروز هم مدرکی برای اثبات واقعی بودن اونها به دست نیامده. اما داستان آفرینش، ماجرا با معرفی آنوناکی شروع میشه که ایزدان برتر خونده شدن و سه نفرشون خدایان بهشتی هستن، یعنی آنو خدای اعظم و حاکم بر آسمان، ایلیل یا اینلیل خدای باد و زمین و طوفان که یکی از پسران آنو بوده و گفته شده که زمین و آسمان رو از هم جدا کرده تا زمین مکانی برای زندگی باشه، و ایا یا اینکی پسر دیگه آنو که خدای آب، دانش، هنر و آفرینش بود و به عنوان پروردگار زمین هم ازش یاد شده. اسامی انگلیسی اونا رو توی این ویدیو وارد کردیم تا اگه به نظرتون تلفظی اشتباه بود توی کامنت ها برامون بنویسین و ما توی ویدیوهای بعدی بتونیم درستشون کنیم. آنوناکی گروهی از ایزدان جوانتر رو که اسمشون آی جی جی بوده مجبور کرده بودن که کانال هایی رو در زمین بکنن و همیشه اونا رو تمیز نگه دارن. این کانال ها خطوط زندگی زمین خونده شدن که احتمالاً آب در اونها جریان پیدا میکرد، چون توش اومده که همین خدایان بستر رودخانه های دجله و فرات رو کندن. آی جی جی ها برای 3600 سال روز و شب مشغول این کار سخت بودن. اما یه روز گروهی از اونا شاکی میشن و یکیشون به اسم آلا در یک سخنرانی قرار میگه باید بریم سراغ ایلیل که ناظر اعظم ماست و ازش بخوایم به این وضعیت پایان بده. نتیجه این سخنرانی شورش آی جی جی هاست. اونا ابزاراشون رو آتیش میزنن و نصف شب دم دروازه خونه ایلیل تظاهرات میکنن. ایلیل اول سراغ اسلحه هاش میره تا شورش رو بخوابونه، ولی نوسکو که خدای باهوشتری بود بهش پیشنهاد میده که به جای برخورد خشن از خدایان دیگه کمک بخواد تا راه عاقلانه‌ای براش پیدا کنن. اینطور میشه که ایلیل خدایان دیگه از جمله آنو و اینکی رو دعوت میکنه و ماجرا رو توضیح میده. آنو پیشنهاد میکنه که نوسکو سراغ شورشیان بره و ازشون بپرسه چی میخوان. آی جی جی ها جواب میدن که کارشون خیلی زیاده و اونا دیگه خسته شدن. وقتی نوسکو پیام رو به جمع خدایان میاره، ایلیل از شنیدن شدت سختی کار آی جی جی ها به گریه میفته و از خدایان میخواد که راهی برای این وضعیت پیدا کنن. اینکی میپرسه که ما چرا باید آی جی جی ها رو سرزنش کنیم و واقعا سختی کاری که میکنن خیلی زیاده. در جمع اونا بلت ایلای الهه رحم هم حضور داشت و اینکی پیشنهاد میکنه که به این الهه اجازه خلق موجودی داده بشه که بتونه بار کار آی جی جی ها رو به عهده بگیره. به این ترتیب بلت ایلای که قابله خدایان بود و توی لوح به اسم ممی یا مامی هم ازش یاد شده، مأمور خلق بشر میشه.
ولی اون میگه که برای خلق این موجود تازه لازمه اینکی که خدای آفرینش هست و همه چیز رو خالص خلق میکنه بهش خاک رس خالص بده. اینکی میگه که برای این کار بعد روزای اول، هفتم و پونزدهم ما مراسم خاصی برای غسل و تطهیر خودش به جا بیاره و البته همزمان یکی از خدایان باید قربانی بشه و گوشت و خونش با خاک مخلوط بشه تا روح خدای قربانی در اون چه بلت ایلای میخواد به وجود بیاره حلول کنه. اینکی اضافه میکنه که بعد از حلول این روح بلتیلای باید موقع خلق موجود تازه به روحی که درون جسم این موجود هست یادآور بشه که روح یه خداست و برای هدفی ارزشمند قربانی شده. همه خدایان موافقت میکنن و بعد از مراسم غسل و تطهیر اینکی اونا ایلا ولا رو که خدایی با ذکاوت بود قربانی میکنن. گوشت و خون این خدا با خاک رس مخلوط میشه و روحش هم وارد این مخلوط میشه. بعد الهه رحم هفت خدای آنوناکی و آی جی جی ها رو دعوت میکنه و بهشون میگه از ترکیب خاک رس و گوشت و خون یکی از خدایان موجود کاملی رو خلق خواهم کرد که قرار کار شما رو به عهده بگیره و به این ترتیب شما رو از کار سختی که داشتید معاف میکنم و همه اون کارها به عهده بشر خواهد بود. توی این روایت اومده که یکی از آی جی جی ها روی مخلوط خمیری که جلوشون بوده توف میکنه. بعد همه آی جی جی ها که به این ترتیب آزاد شده بودن مقابل بلتیلای به زمین میفتن، پاهاشو میبوسن و بهش میگن که تا امروز ما تو رو به اسم مامی میشناختیم، ولی از امروز به بعد که ما رو آزاد کردی نام تو بانوی تمام خدایان خواهد بود. کمی بیشتر از این داستان هم هست که توش مامی و اینکی به اتاق ویژه به اسم اتاق تقدیر میرن. اینکی خمیر روسی رو که داشتن ورز میده و همزمان مامی ورد میخونه. بعدش از خمیر نهایی 14 تکه برمیداره، 7 تکه رو سمت راست و 7 تکه رو سمت چپ میذاره و بعد بینشون یه تیکه آجر هم میذاره. همه چیز میره داخل رحم. توی لوح و ترجمهش توی این کتاب توضیح درباره این که این رحم چی هست داده نشده، ولی بعد از 9 ماه مامی میره سراغ رحم و بازش میکنه تا ببینه بالاخره چیزی که دنبالش بودن درست شده یا نه، که همین اتفاق هم افتاده و بشر پا به زمین میذاره. توی این کتاب چند داستان دیگه هم روایت شده که یکیشون شباهت زیادی به طوفان نوح داره و حتما توی یه ویدئوی دیگه بهش میپردازیم. اگه بخشی از این داستان یا شخصیتاش هم براتون جالب بود و میخواستین دربارش بیشتر بدونید میتونید برامون توی کامنت ها بنویسین تا سراغشون بریم. یادتون نره مشترک شبکه ما بشین تا ویدئوی بعدی رو زودتر از بقیه ببینید.